توی فیلم میخک سفید، ستاره با بازی فروزان یه آواز خونه. محمود که خاطرخواه ستاره شده، خونه ای مجلل برای ستاره و دوستاش فراهم میکنه و اونا رو به اجرای برنامه توی یه کاباره بزرگ دعوت میکنه. از طرفی جوون دانشجویی به اسم مسعود به رغم مخالفت والدینش به ستاره اظهار علاقه میکنه. فیلم میخک سفید محصول سال 1351. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. دلم لبریزه، بی تو هر فصلی برام پاییزه، وقتی هر لحظه کنارم هستی از عشق دگر پرهیزه، دلم از عشق تو پروا نداره، زندگی عشق و پاشا نداره. بیا با اون شب یلدای موهاد واسه من قصه و نانایی بخون، بین ما حیف که دیوار بکشن، بیا این مرز رو به پایان برسون، بیا تا دستی به دستی برسه، بنشینیم به سر و آغاز کنیم، دلم از عشق تو پروا نداره، زندگی عشق و پاشون. ایرج قادری توی فیلم بینشان که سال 1355 ساخته شده بر اثر توطئه نامزد و دوستش دچار سانحه میشه و گذشته خودش رو فراموش میکنه. داستان فیلم بینشان درباره فرار نادر از آسایشگاه و یادآوری خاطراتیه که بر اثر سانحه اونا رو به کل فراموش کرده. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. بفرمون خودش اومد، دوز حاضر و بوزم قایب. آقا میخواد تشریف ببرن. چی؟ من میرم سر موتورم، البته میرم دنبال نخوصی ها. میخوای بری؟ آره، موندن من برای شماها درد سر. دیگه درد سری نداره، قصه منو نخور، من خدمتم تموم شده، تصمیم خودم رو گرفتم. یادت از من میخواستی بهت کمک کنم؟ آره؟ یادته؟ آره. پس چرا میخوای بری؟ من میخوام بهت کمک کنم، کمک کنم شاید گذشته تو پیدا کنی. آخه ممکنه. دیگه حرفشو نزن، آدم وقتی به دریا میزنه منتظر طوفانم میشه. چی یادت میاد؟ هیچ. این درخت ها، کشتی ها، ساختمون ها، اینایی که میبینی هیچ معنایی وسط نداره؟ معنیش اینه که واسه اولین دفعه است اینا رو میبینم. بیمارستان، حتما تو یه پرونده ای اونجا داری، خوبه بریم اونو ببینیم. من خودم پروندم رو دیدم، هیچی توش نیست، عین این دریا پاک، درست مثل بودن من، مثل زنده بودن من، مثل آدم بودن من. اصلا تو چطوری میتونی مطمئن باشی که من زندم؟ این درست نیست، تو باید از یه جایی اومده باشی، نمیشه همینطوری یه تو بیمارستان پیدات بشه. درسته، تو پروندم نوشته یه راننده وقتی من بیهوش بودم پیدام کرده و برده بیمارستان. من تو اتاق 203 بودم، یه پرستاریم بود که چون من شبیه برادرش بودم منو صدا میکرد نادر. پس اسم خودت چیه؟
ممل آمریکایی جوونیه که آرزو داره به آمریکا بره، اما برای گرفتن ویزا نیاز به زامن داره. ممل ماشین زنی به اسم نسرین رو میدزده و دعوتنامه ای از آمریکا تو اون پیدا میکنه. ماشین رو به صاحبش پس میده و با اون دوست میشه. مادر نسرین زامن ممل میشه، اما بعد از مدتی میفهمه که زن مادر نسرین نبوده و زن خوشگذرونیه که به دنبال مرد هاست. بخشایی از فیلم ممل آمریکایی رو با هم تماشا میکنیم. کم کن نظر اینجا لب مرگو ببوسن، کمکم کن کمکم کن، عشق نفرینی بی پروایی میخوام، ماهی چشمه کهنه هوای تازه دریایی میخوام، من دریاییه چشم زندونه برا، چک چک های آب عرصی خونه برا، تو رگام به جای خون زنم برشی مرگ من، برای اینکه میخوام لامپتو روشن کنم کمک بخوام. لامپ هم روشن کنی؟ منظور میخوام بهت تجاوز کنم. به تجاوز کنی خب بکن، من خدامه، خدا تو شد دیگه از خدامه، من از خرم بگو که این درستون درستی کردم. خوش میدم خوش میدم بوی غریب سپیده یه من چقدر از زمینه بردم، من پر از وسوسه های رفتنم، رفتن و رسیدن و تازه شدم، توی یه سپیده یه توتی سر مثل یه عشق پر آبازی شدم. فیلم همسفر با نقش‌آفرینی بهروز وثوقی و گوگوش یکی از محبوب ترین فیلم های سینمای ایرانه که در سال 1354 ساخته شده. داستان راجب دختری به اسم عاطفه است که بعد از به هم خوردن ازدواجش از خونه پدری فرار میکنه. علی مأمور میشه تا در ازای دریافت پول اونو به تهران برگردونه، اما علاقه ای که علی و عاطفه در طول سفر به هم پیدا میکنن داستان زندگی این دو نفر رو برای همیشه تغییر میده. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. خانم جون، خانم عبد،
فیلم هیاهو که تو سال 1353 ساخته شده راجع به امیره که از هیاهو و ازدحام شهر به روستای پدر و مادرش اومده و قصد داره به نوجوانها سواد یاد بده. در این بین به دختری علاقه‌مند میشه، اما مشکل اینجاست که مادر دختر هم قصد داره نظر امیر رو به خودش جلب کنه. بخشایی از فیلم هیاهو رو با هم تماشا میکنیم. آقای امیر خان، من میخوام ازتون یه دعوتی بکنم. اگه دعوت منو قبول کنید خیلی خوشحال میشم. چه دعوتی؟ همین شب جمعه جشن تولد منه، میای؟ برای چی من؟ خب مگه دیگران برای چی میان؟ تازه مگه تو کتاب ننوشته که آدم ها همه به هم بستگی دارن؟ چرا؟ خب پس هرچی که من میگم باید قبول کنی. رسیدیم، من دیگه باید برم. اون دختره دیگه کیه؟ من چه میدونم؟ پس میاد؟ حتما. خب خدافظ. خدافظ. بیدادی سلام. سلام. کجا بودی؟ چیزه، رفته بودم، همین دوره برا بودم. اون دختره کی بود؟ دختره. آره دختره. نمیشناسمش. کی نمیشناسیش؟ خب اینجا چی کار داشت؟ هیچی، من همینطوری دیدمش. بله معلومه. ننه جون، اینجا خوبیت نداره با دخترای شهری رفت و آمد کنی. اینا که هیچی سرشون نمیشه، یه هو پاپیچ آدم میشن و آدمو به روز سیاه میشونن. مادر جون باید چشم و گوشتو واز کنی. من از تنهایی وحشت دارم، تنها بودنم.